این دیگه کیه؟ مهند اومده مامان. به خدا من که دارم شاخ در میارم، نمیفهمم کی میاد و کی میره. خدا حافظ. به سلامت. خدا حافظ. خدا نگهدار. من میرم بالا، بعدن میام. فعلا خدا حافظ. خدا حافظ عزیزم. خیلی خوشگل شدی مامان. آره یکم به خودم رسیدم. خوب کاری کردی، نهاد خونه پیدا کردی. کجا؟ تو اولوس. فردا میری میبینیمش. مبارک باشه. کاتیا منو ببر تو تختم، احساس خستگی میکنم. سب کنید من میبرم ایتون. اجازه بدی؟ نه نمیخواد، کمر درد میگیری. خیلی خوب، احساس کردم یه دستگل برداشتم. ما تو رو همینطوری شناختیم، زبونت شیرینه، خودتم خوشگلی. ها نظر لطفتونه. سویر خانم چطوری؟ چطوری مهند؟ حالت خوبه؟ بله. بیسان چطوری؟ ولیه چطورم؟ خیلی سلام میرسونه. وقت شام که شد خودم میام میبرمتون سر میز. نه تو رو خدا، خودم با صندلی میام. ممنونم. باشه با اجازتون من میرم. فعلا خداحافظ، میرم بالا. خیلی دوستش دارم، مهربونه، خدا از چشم و بلا دور نگهش داره. خوبه مامان، خیلی شلوغش کردی. بیسان یادت رفته تو هم همین حرفا رو در موردش میزدی. سمر معذرت میخوام، ترسوندم بهتون؟ نه ببخشید. عمو سلیمان تو حیات خیلی برگ ریخته، تمیزش نمی کنی؟ همین امروز تمیزشون کردم. راست میگی سهیلا، تو هم بیا با من کمک کن. بیا. یه دونه می خوری؟ نه خودت بخور، نمی خورم. خیلی خوشمزه شده. جمیله یه سوال ازت دارم. جمیله دخترم، تو بشیر رو دوست داری؟ کی همچین حرفی زده؟ جواب منو بده، دوستش داری یا نه؟ اگه دوستش داری خیالت راحت باشه، من و پدرت هیچ حرفی نداریم. بشیر پسر خوبیه. تو نظرت چیه ها؟ بشیر؟ نمیدونم. اون پسر سربزیریه. اگه بشیرم تو رو دوست داره پس دیگه مشکلی وجود نداره. نه خسته نباشی پسرم. صدای ماشین رو نشنیدم، گذاشتمش بیرون، بعدم میارمش تو. بچه ها اومدن؟ بله رفتم بالا. این مرد کی بود خواهر؟ اومده با دشمنه یه فیروز خانمو از بین ببره. چی 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 چی. اینطوری که نباهوش. خودم میدونم. شما اومدی؟ آره. آره. چطوری؟ خوبم. آدمایی که پایین بودن رو دیدی؟ مگه میشد نبینمشون؟ رفتن. خدا به همراهشون. آخی
تو بشرا آشتی کردی؟ آره. آفرین. اگه جای اون بودم نمیبخشیدمت، مینداختمت دور. خداحافظ. منو مینداختی جوراره؟ نکن مهند. بار آخرت باشه ها. یه کمک هم کن دیگه. بندازش زمین نهال زود باش. نگاه کن. موهامو ول کن دیرونه. مثل پسرا میمونه. عجب زوری داره. آخ آی آی آی. بس دیگه بابا دردم گرفت. ول کن. ببین چیکار کردی آخه. برات ساعت درست کردم. ببینم. با این وحشی بازی که تو در میاری هیچ وقت شوهر گیرت نمیاد. اگه قراره همه این مردم مثل تو باشن اصلا شوهر نمیخوام. چی کار میکنید؟ نهال؟ بله چیه؟ صداتون تو پایین میومد. نکنه فیروزه خانم ناراحت شدن. متاسفم. سلام، چی شده؟ سمر اومده بود دعوامون کنه ماتمازل. ولی حق با اون بود. تازه نهان مهند و گاز گرفت. نه آه. ببینید آه. نهان سرم خیلی درد میکنه. من بهتون گفته بودم که چشمم زدن. مگه چشما رو کور نکردی؟ اصلا تو داری سرمو درد میاری. کاتیا چی میخوای مامان؟ بذار یه خورده استراحت کنه، هنوز وسایلشو نچیده. قرصامو برام بیار، تو کموده. تو حالت خوبه؟ برو ازش معذرت خواهی کن. مگه من چی کار کردم که معذرت بخوام؟ گفتم متاسفم اگه فیروزه خانم ناراحت شده. مگه چیه؟ این حرفا زشته نهال. بعضی موقع ها یه کارایی میکنی که اصلا باورم نمیشه. اون مامان سمر خانمه و تو مسخرش میکنی. قبل از اینکه پدرت بفهمه بهتره بری معذرت خواهی کنی. باشه، لباسم عوض میکنم و میرم. خب فقط دست و صورتم رو میشورم. بذار کمکت کنم. ممنون. خیلی سنگینه، نتونستم بیارمش. سالم تا اینجا آوردشون. مرسی، بذارشون همینجا. خودم جا به جاش میکنم. خیلی ازت ممنونم بشیر. خواهش میکنم. کمک نمیخواین؟ بشیر کمکم کرد، پسر خوبیه. درسته، خوشگله. همینطوره. اون تنهاست؟ چرا میپرسین؟ خب ما با هم توی خونه زندگی میکنیم، چه اشکالی داره که بدونم؟ منو بشیر نام زدیم. نمیدونستم، ببخشید. از کجا باید میدونستی؟ هیچ کس نمیدونه، فقط خانواده میدونن و راضیه. مبارکه. از دست من ناراحتی؟ نه. حتما؟ آره. خب پس چی شده؟ حالت خوب نیست؟ میخوای ببرم به دکتر؟ سمر چی شده دخترم؟ چیزی نیست. خوش اومدین عدنان بیک. خیلی ممنون. معلومه که خسته این. آره خیلی. همه تو اتاق فیروزه خانومه. نکنه پشیمون شدی منو آوردی تو خونت. مامان خواهش میکنم از این حرفا نزن. من خودم بهت گفتم بیای اینجا، ولی اگه بخوای از این حرفا بزنی پشیمون میشم. از رفتارات خوشم نمیاد. نکنه فکرت به حرفی که در مورد مهند زدم مشغوله. من حاملم.
باورم نمیشه، قشنگترین خبری بود که شنیدم. با همدیگه بزرگشون میکنیم. زیاد خوشحال نباش، میخوام بچه رو بندازم. سمر دیوونه نشو، عجیبه، نکنه میخوای به دنیا بیارمش. میبینم که این دفعه اعتراضی نداری. معلومه تو از عدنان بک حامله ای. این برای تو یه ضمانته، یه ضمانت برای کل عمرت. بابا عدنان، بابا جون رسیدن به خیر. خوش اومدین عدنان بیک. ممنونم. چطوری عزیزم؟ ممنون. چرا صدا نکردی؟ نمیخواستم مزاحم بشم، پیش مادرت بودی. منم اومدم پایین به فیروزه خانم سر بزنم. خوبه، میرم استراحت کنم. عدنان بیک، فرار نداریم. سلام، حالت چطوره؟ رسیدن به خیر. نمیخواستی بیای حالمو بپرسی؟ گفتم راحتتون بذارم. الان اومدیم حالتونو بپرسی. خوش اومدین. لمیس خانم چرا امروز نیومدی ببینمت؟ یه کمی کار داشتم. بهتره یه کم استراحت کنی. باید یه تلفن ضروری بزنم، بعد استراحت میکنم. باشه. چند دقیقه پیش داشتیم سر و صدا می کردیم، شما که اذیت نشدیم. عزیزم صدای سر و صداتون رو نشنیدم. سمر خانم رو اذیت کردی. سمر تو اذیت شدی؟ آره. متاسفم، متوجه نشدم. من بخشیدمت. چه برای تو یه ضمانته، یه ضمانت برای تمام عمرت. ظاهراً باید خودم عادت بدم که همه چیزو قبول کنم. سعی میکنم. خوشحالم که قانعت کردم. فردا معلوم میشه که من اشتباه فکر کردم یا نه، چون سمر رو خوب میشناسم، اون هیچ وقت عوض نمیشه. در هر صورت مهمترین چیز برای من تو دنیا راحتی اونه. یه خورده چشماتون رو باز کنید. به نظرتون این ازدواج یکم زود انجام نشده؟ چیزی شده؟ نه، هیچی. انگار از چیزی ناراحتی؟ نه، موقع غذا میبینمت. باشه. خدا چه جاله، مثل این که گوشات تیزه. آه.
کلاغه بهم خبر داد که داریم راجع به من حرف میزنیم. قهرمان داستان اومد. نهال داشت از شیطنتای بچگیت میگفت. نهال؟ همه رو که نه، فقط یه خوردشونو گفتم. قبل از اینکه راجع به کارای من حرف بزنی بگو ببینم از سمر خانم عذرخواهی کردی؟ عذرخواهی کردم، اونم منو بخشید. بیاین در موردش حرف نزنیم، دیگه فراموشش کنید. چرا دخترمو اذیت میکنی؟ معلومه که هنوز شیطونیات تموم نشده. تو وقتی ازدواج نکنی شیطنتاش ادامه داره. واقعا که مگه اشتباه میگم؟ نه اصلا. من میرم پیش عدنان، حتما تلفنش تموم شده. وایسید شما با هم بخوری. نهاد میاد دنبالم ببینم چی میشه. امروز رو بمونید، با هم دیگه شام میخوریم، بعدش هم میرسونمتون. آره عزیزم، شاید خبرهای خوشحال کننده ای بشنوی. مثلا چی؟ نمیدونم، همین جوری گفتم. گفتم حتما تو اتاق کارتی و کلی کار داری. نه تازه اومدم، میرم دوش بگیرم. عدنان چرا از من فرار میکنی؟ نه چرا باید فرار کنم؟ بعدن دوش بگیر، باید با هم حرف بزنیم. باشه بگو. میشنوم. باید اول از همه به تو میگفتم، قبل از بیستان و مامان. ولی تو خودت شنیدی مگه نه؟ نمیتونی انکار کنی. گفتم سورپرایزتو خراب نکنم. تو بارداری؟ بله. خوشحالم. از ته قلبت؟ آره از ته قلبم. فقط یه خورده جا خوردم. منم همینطور. راستش تازه متوجه این موضوع شدم، اصلا فکرشم نمی کردم، یه سورپرایز بود. خیلی شوکه شدم. من اعتراضی ندارم. ولی من اعتراض دارم. فکر می کنم الان وقت مناسبی نیست که حتی راجبش فکر کنیم. آخه چرا؟ ما الانم دوتا بچه داریم، اینطور نیست؟ درسته عزیزم، ما الان آمادگیشو نداریم. ما هنوز چیزی از زندگیمون نفهمیدیم. تا حالا نتونستیم مامانو قانع کنیم که به خاطر عشق ازدواج کردیم. میدونم که همه ی حرفامو شنیدی. درسته. امیدوارم که جدی نگیری. ما مجبور نیستیم به کسی چیزی رو ثابت کنیم. امکان نداره که بچه ضمانت عشقمون باشه. خیلی دوست دارم.